افغانستان را از کی در تاریخ می توان دید؟ تمایز یافتن این سرزمین از نواحی مجاور از کجای تاریخ شروع شد و ریشه های آن چگونه و از چه زمانی شروع به رشد کرد؟ سلام، یک زائر چینی که در زمستان سال 644 میلادی راهش به کابل میافتد، این شهر را چنین توصیف میکند: هوا بسیار سرد است، مردان اینجا ذاتاً نیرومند و تندخو هستند. شاه که ترک است، دوستدار آموختن است و به هنر ارج مینهد. ایمان این مردم به آیین بودا راسخ است. از زمان این توصیف تا آنگاه که نام افغانستان پیدا می شود و کابل پایتخت آن می شود، مردمان این سرزمین فراز و نشیب زیادی می بینند. شاهانی به تاخت می آیند و می روند، شاهانی می آیند و می مانند، اما غالبا با خشونت جای خود را به دیگران می دهند. امیرانی در رکاب دیگران می جنگند و بعد صاحب این سرزمین می شوند. در تمام این اعصار، سرزمینی که افغانستان نام می گیرد، از اون رو که گذرگاه شرق و غرب است، اهمیت استراتژیک خود را حفظ می کند. آیا این اهمیت جغرافیایی در کنار عوامل دیگر از جمله ترکیب زبانی و قومی باعث می شود که ریشه های افغانستان را در گذشته دور این منطقه بازیابیم؟ اون چه که افغانستان نام می گیرد از کجای تاریخ مثل عکسی که به آرامی در تاریک خانه ظهور می کند قابل رؤیت می شود و از مناطق اطراف خود متمایز می گردد. این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان می گذاریم. عبدالخالق لعلزاد، پژوهشگر تاریخ افغانستان، می گوید اگرچه این سرزمین قدمت دیرینه دارد، اما جستجوی اثری دیرین و باستانی از افغانستان و نام اون عبس است. اما شهسوار سنگروال، او هم پژوهشگر تاریخ افغانستان، این رأی را به چالش می کشد. خیلی ممنون از اینکه در این برنامه شرکت می کنید. از شما شروع کنیم آقای لعلزاد. بر چه اساس می گید که نباید در جستجوی ردی و اثری دیرین از افغانستان بود؟ با سلام و درود به شما و بیننده های عزیزی پرگار. واژه افغانستان از دو واژه تشکیل یافته، اول افغان و دومستان. افغانستان یعنی محل بود و باش افغان ها. گرچه واژه افغان قدیمی تر از واژه افغانستان است و بار اول در کتاب حدود العالم در 982 میلادی ذکر شدگی است، اما واژه افغانستان چندین صده بعدتر از این در کتاب تاریخ نامه هرات در 1321 ذکر شده. بله، واژه افغان در کتاب حدود العالم در افغان از اقوام یاد نام برده می شود که در مناطق ساول زندگی می کردن. البته ساول که در آثار بعدی و ماشال فکر می کنیم و او کویتی امروزی است، در پاکستانی امروزی قرار داره. بعد از او هم این واژه در شاهنامه فردوسی در داستان ککی کوزاد است که 3 روز از زابل فاصله داره، و بعد از او هم ما را در آثار البیرونی در 4 اثر ازیر می بینیم که موقعیت افغان ها را در کوههای غربی مرز هند که بارت از کوههای سلیمان بوده باشه در اونجا تثبیت میکنه. این منبعی که میگید ابو ریحان بیرونی در ایران شناخته میشه، البیرونی، ابو ریحان بیرونی. بله، که بله. کتاب التفهیمه داره، کتاب الهند داره. بله. و در دو کتاب دیگرش این واژه ذکر میشه و در اونجا به صورت واضح میگه که اینا از کدام تبار هستن. بله. این تبار است که این قبایل هندو مربوط استن و در جای دیگر میگه که نام از اینا افغانستان. بعد از او ما واژه افغان در تاریخ های زمان غزنویان داریم و در زمان غوریان داریم که اینها در لشکرکشی های غزنویان و غوریان به هند نقش بسیار عمده دارند. وقتی زمان اینا لشکرکشی میکنن به هند، باید از دور
لشکری کشی بکنن. یکی از راه قندهار به هند و دیگه از راه کابل به هند، که در اینجا دو گردنه مهم وجود داره، که یکی گردنه بولان است و دیگه گردنه خیبر است، و اینا مزاحمت ایجاد میکردن. به این خاطر اینا یا باید سرکوب میشدن و اینا باید یا در لشکر از اینا شامل میشدن. اما واژه افغانستان بار اول که گفتیم به مناطقی که اطلاق میشه زمان آلی کرت است در هرات، برای سلطان شمس الدین یرلغ داده میشه یا فرمان داده میشه که باید این مناطق در اختیار شما بوده باشه. در این جای میگه که ولایتی افغانستان که اطراف کوههای سلیمان بوده باشه و مرکزی مستونگ است، این تابع هرات نیست، باید به آلی کرت باج نمیپردازه. به این خاطر لشکرکشی میکنه و چندین قلعه ازی که به شمول مستونگ مرکزش بوده باشه، دوکی باشه، کهیرا بوده باشه و حتی در کنار رودی سیند که شهری قلعه مستحکم دیگر است، به این چندین سال حمله میکنه، حدود 10 سال، و اینا را سرکوب میکنه و تابع سلطنت خود میسازه. آنچه در اینجا دلچسب است که واژه افغانستان جدا از قندهار، از غزنی، از کابل و پیشاور استفاده میشه. زمانی که امیر تیمور یا تیمور کورگان به هند حمله میکنه، از این همون مسیح... تیمور لنگ است در... که البته در تاریخ به نام تیمور لنگ یاد میشود، که اصلی واقعیتش امیر تیمور کورگان است. و اینجا حمله میکند، در حمله خود و در برگشت خود در اینجا با قبایل تصفیه حساب میکند. در اون لشکرکشی ها هم اسم افغانستان میاد کاملا. اولین تا زمان سده 14 که 1321 اونجا بوده باشه، ما افغان داریم، تنها واژه افغان، ولی از قرن 14 میلادی واژه افغانستان آرام آرام پیدا میشه. پیدا میشه و در لشکرکشی‌های تیمور به هند اولین بار قبایل افغانی، 4-5 قبیله ذکر میشه. قبیله ورکونی است، پرنیان است، کرکس است، که این قبایل امروز هیچ وجود ندارد. این بسیار عجیب است که این قبایل چی شدن. یک سوال که جواب کوتاهی میطلبه، از این قرن 14 میلادی به بعد که اولین بار واژه افغانستان به گفته شما ظاهر میشه، دیگه به کرات این نام رو میبینیم در منابع دیگه، درسته؟ در تمام منابع تاریخی ذکر میشه، ولی جدا از قندهار، از غزنی، کابل و پیشاور. آقای سنگروال چنینه؟ سلام به دوستای عزیز. اصلا موضوعاتی که باید راجع به افغان گفته شود، اگر از این شروع کنیم، وقتی که تاریخ آریای قدیم میریم و اوجا از نگاه فرهنگی و اقتصادی که ارزش بخصوص داشتن، اوجا ما سروده های ویدی داریم. در سروده های ویدی عالم مشهور و یا زبانشناس به نام مورگانستان، او میگه که ایجا یک کلمه آمده به نام پرشو، که در اوستا امی کلمه به نام پرسوانا یاد میشه، و در سنسگریت و مهابارتا امیر اسواغانا میگه، و امی کلمه اسواغانا تقریبا معادل است به او کلمه که وقتی که یک حیات اشار شیکاگو به ایران میاد، منطقه که اوجا نقش رستم است، وقتی که کتیبه را در اینجا میبینه، یک کتیبه را پیدا میکنه که در این کتیبه در بند دومش نوشته شده پشکاپور، و در بند ششم نوشته شده آپاگان. وقتی که امی کلمه آپاگان در اینجا پیدا میشه، این مربوط سال 1930 است، که یک حیاتی که از شیکاگو در اینجا آمده. بعضی یک مقاله نوشته میشه در سال 1940، او مقاله کسی نوشته میکنه به نام شپرین لون، و او در مجله سامی نشر میکنه و میگه امی کلمه آپاگان که مربوط سال 260 میلادی باشه و شاپور اول ساسانی در اینجا حکومت میکنه، این مربوط امو قوم آپاگان است که بالاخره معربش افغان شد. قبلا گفته شد راجب کوهای سلیمان. اصلا در کوههای سلیمان به اساس گفته های گریرسن و مستر بیلو و همچنان در کتاب پتانس سربولکیرو،
میگه که این مردمانی که در کوی سلیمان زندگی میکنن ای اکثر مردمای سلیمان خیل هستن و سلیمان خیل یک قوم محدودی مربوط قوم افغان است و ما از اوجه دیگه اقوامی که فرزندان بنام کرلانی، بنام متوجی، بنام سلیمان خیل یا بنام سربنی اینها در مناطق دیگه زندگی و او در مناطق دیگه زندگی میکنن. به نظر میرسه که اختلاف نظر بر سر واژه افغان و زیستگاه اونها که افغان نامیده میشن کاملا واضحه و اختلاف عمیقیه. امیدوارم در ادامه برنامه آقای لعل‌زاد احساس نکنه که باید به این جواب بده، چون همونطوری گفتم موضوع برنامه چیز دیگه است. آیا شما هم موافق هستید با آقای لعل‌زاد که واژه افغانستان از قرن 14 میلادی دیده میشه در منابع و پیش از اون ما نداشتیم چنین چیزی؟ من حیث یک کشور، من حیث یک نام رسمی، من حیث یک کشوری که به نام افغانستان یاد میشه، بله. ولی واژه افغان یا کلمه افغان در ادوار تاریخ بسیار قدیم است. حتی گفته میتونیم وقتی که در اوستا ما میایم، در اوستا نام افغان موجود هستند. وقتی که در سنسگرد میریم و یا فرزند در مهابارتا میریم، اوجا نام افغان موجود است. جستجوی واژه افغان در منابع قبل از اسلام چی چیزی را واضح خواهد ساخت؟ اگر ما واژه های بسیار مشابه این کلمه را در منابع قبل از اسلام پیدا بکنیم، بازم نه جایشان معلوم است، نه مکانشان معلوم است و یک حدس است. واضح است که قوم افغان از آسمان در کوه سلیمان پیاده نشدند. اینها در اینجا سکونت داشتند و یا قد در اثر مهاجرت های قبلی اونجا وجود داشتند. اما یگانه جایی که ما میتونیم دقیقاً روی واژه و بود و باش از اونا زندگی صحبت بکنیم در منابع بعد از اسلام است. مثلا آیا اون نسخه ها یا اون اشکالی از این واژه که در منابع پیش از اسلام هست، از جمله در کتیبه هایی که در ایران میبینیم مثل کتیبه نقش رستم افغان، این رو نمیشه یه جوری وصل کرد به افغان؟ برای اینکه بسیار شبیه هستن دیگه. بله، چنین مشابهاتی وجود دارد در بسیاری از واژه ها. مثلا اباکان، اپوکان، اسواکا، اپوکین چنین. ولی باز هم چی چیز را اثبات می سازه؟ اگر سردار یک لشکری ساسانی یک افغان بوده باشه، که واقعا هم باید بوده باشه، به خاطر از اینکه در هزار سال دوره امپراتوری هخامنشی ها، پارتیان و ساسانیان اینها توایفی بودند که صرف نظر از که نامایشان ما امروز داریم یا نداریم، سرلشکرهای از اونا بودن، سردارهای از اونا بودن، در تمام جنگ ها اشتراک کردن، در لشکرکشی های محمود غزنوی، غوری ها و بعد از او در لشکرکشی های ترک ها، مغول ها، حتی نادری افشار، کیا اشتراک داشتن؟ همین سردارها اشتراک داشتن. اینا اقوام ایرانی بودن، در این محدوده زندگی داشتن. اقوامی که از شمال آمدن، از جنوب و شرق و غرب به هند رفتن، اینا در این لشکرکشی ها اشتراک داشتن. ولی مسکن اصلیشان همین کوههای سلیمان بوده. یک نقطه که ما تا زمان بابر، تا سال 1530 هیچ گونه سندی که نشان بوده که یکی از قبایل افغان در نقاط دیگری سکونت داشته بوده باشن نداریم. بابر اولین کسی است که موقعیت قبایل افغان در مناطق دیگری وادی کابل پشاور بوده باشه تشریح میده. آقای سنگر، اصلا افغانایی که در ما میگم که در کجا سکونت داشتن، بدونی کوههای سلیمان، ما خود در غور میگم و سندی که ما نشان میدیم، محققین فرزن از او جمله برینسینسکی و از او جمله ما میتونیم که قبلا یادوار شدیم فرزن میستر بیلو هم میگه پا میزنن. اینها شرقشناسانی هستند، بله، چون شما معرفی نمی کنید که اومدن در اون منطقه و تحقیقاتی کردن. بله بله، برون ابن بطوطه هم میگه پا میگه که در کوه پیروسکو که در غور است، هم افغانا زندگی میکنه. علاوه از این که کسی دیگه که فرضاً میگه رابینسون در کتابی بنام افغان، بنام افغان که اقتدار اقوام ده او تشریح میکرده، ده او هم تقریبا به این عقیده هستن که افغانا
که در غور زندگی میکردن همه افغانای بودن که در اینجا بود در قرن اول عیسوی. بسیار خوب. والا شما آقای سنگروال و شما آقای لرزاد وقتی برنامه پخش میشه روی فیسبوک این برنامه میتونید این منابع رو بگذارید که بیننده های این برنامه خودشون بتونن به اون منابع مراجعه کنن اگر در دسترسشون باشه. ولی بگذارید از واژه افغان و محل سکونت افغان ها بگذاریم و به این سوال اساسی برسیم که من در مقدمه گفتم، به این سوال اساسی برسیم که از کی این سرزمین به نظر میاد هویت متمایز میگیره، یعنی این سرزمین میشه محل بود و باشه کسانی، مردمانی که به نحوی با نواحی اطراف متمایزن و خودشون رو در یک واحد میدونن، در یک واحد جا میدن، هرچند این واحد هنوز واحد مدرن کشوری، یعنی واحدی با یک دولت مدرن نیست. اما این سرزمین از کی متفاوت میشه با جاهای دیگه اطراف، مثلا با مناطق مرکزی و غربی ایران، از اون سو با مناطقی در شبه قاره هند؟ این کمی مشکلات داره. مشکلاتی داره که افغانستان در ادوار مختلف تاریخ کلان شده و خرد شده. فرضاً در قدم اول ما فرضاً میتونیم که از روی امواریایی ها محاسبه کنیم و بعداً میتونیم که بعضی فرضاً مثال در دوره سپاری ها که فرضاً موقعیت جغرافیایی افغانستان کجا بود و در زمان سامانی ها که موقعیت جغرافیایی افغانستان کجا بود و هم در زمان غزنوی ها و هم در زمان غوری ها. که فرضاً اگر موضوع از زمان غوری ها شروع کنیم که تقریباً سلطنت غوری شهاب‌الدین اولین بار حکومت اسلامی که حکمرانش قطب الدین ایبک باشه این تقریباً تر هند رساندن. ولی یک گفی که قبلاً اشاره شد راجع به بابر، از بابر قبلاً افغانا در هند سلطنت داشتن که شروعش از شهاب‌الدین غوری شده بودند و بعدن شهاب‌الدین غوری بهلول لودی، سکندر لودی، ابراهیم لودی، شیرشاه سوری، عادل‌شاه سوری، سلیم‌شاه سوری یا افغانا بودند که در اینجا حکومت کردند و در این وقت بابر وجود نداشتند. بابر در زمان چی بچه نواسی بهلول لودی که عبارت از ابراهیم لودی باشه او بود و لودی در کجا زندگی میکردن؟ لودی در غور زندگی میکردن. آقای لرزاد شما فکر میکنید از کی مردمی که در سرزمین کنونی افغانستان نامیده میشن تا حدی تونستن خودشون رو دریابن و احساس تمایز با مناطق دیگه بکنن؟ میخوام ببینم ریشه های افغانستان رو از چه تاریخی میشدی؟ شما از کی میبینی؟ سوال بسیار دلچسبی. مردم افغانستان، باشندگان افغانستان حتی امروز هم با افتخارات خراسان و با افتخارات ایران اونا خودش شریک میدانن، صرف نظر از اینکه واژه افغانستان این پس از سلطنت امیر عبدالرحمن خان در اینجا تحمیل گردید. حتی در زمان پسری از او امیر حبیب الله واژه افغانستان به شمال هندوکش اطلاق نمیشد. ما در کتابی که در زمان خود از این نوشته شدگی است، یعنی سراج التواریخ، او را امیر حبیب الله را فیض محمدی کاتب پادشاه افغانستان و ترکستان میخوانه. تمام سلطنت هایی که پس از اسلام به وجود آمده، از صفاری ها تا سامانی ها، غزنوی ها، غوری ها، خوارزمشاهیان و پس از اون تیموریان، صفویان و حتی هوتکیان، ابدالیان، افشاریان، همه خود از شاهان خراسان و شاهان ایران خطاب می کردن. هیچ یک از اینها در فکر ایجاد سلطنت جداگانه و یا نام جداگانه نبودند. اینا خود مربوط زبان و فرهنگ ایرانی میدانستند، خود خراسانی میگفتند و به نام خراسان افتخار میکردند. بگذارید میان این اسامی که گفتید یک اسم مهم رو برگزینیم، احمد خان عبدالی، احمد شاه عبدالی. از نظر خیلی از تاریخ نگاران احمد شاه عبدالی بود که اونچه که امروز افغانستان نامیده میشه رو بنیاد نهاد. چرا فکر میکنید احمد شاه عبدالی گمان نمیکرد که داره یک افغانستان ایجاد میکنه؟ سخن بر سر حدس و گمان ها نیست، سخن بر سر اسناد است. ببینید در روزی که محمود هوتک
در تخت اصفهان می نشیند چی میگوید؟ دولت سلطان حسین نابود شد، شاه ایران عاقبت محمود شد. هوتکیان شاهانی کجا هستند؟ بیم به احمد خان عبدالی. احمد خان عبدالی مگر یکی از سرداران کی بود؟ سرداران نادری افشار نبود؟ زمانی که نادری افشار کشته میشه، امپراتوری ایران در سه بخش تقسیم میشه. سردار احمد خان میاد در قندار خود اعلان پادشاهی میکنه، کریم خان زند در جنوب، در جنوب و آزاد خان افغان در آذربایجان. دلچسب، ما از یکی اینکه یک مشکلی که بین مورخین افغانستان به خصوص وجود داره، اینا روی منابعی که در زمان دولت ایجاد دولت افغانستان و تاریخ سازی صورت گرفته قضاوت میکنن. آنچه غبار نوشته حبیبی و کوزاد و انجمن تاریخ افغانستان، چرا به اسناد دستی اول مراجعه نمیکنن؟ کتابی بسیار بزرگ وجود داره به نام تاریخ احمدشاهی. در تاریخ احمدشاهی حتی واژه افغانستان وجود نداره. بله، یک شعری از براتون بخونم. زمانی که احمد خان شهر قندهار بنا میگذارن، می نویسند در اونجا: در جمال ملک خراسان شهر این تازه بنا، زیده حادثات زمانش خدا نگه داره. آقای سنگر، اصلا کلمه خراسان، من باید بفهمیم که کلمه خراسان از کجا شروع میشه. و هیچ وقت در افغانستان به نام خراسان کدام کشوری که هویت رسمی داشته باشه و هویت رسمی دولتی حکومتی داشته باشه موجود نبوده. ولی از نگاه فرهنگی فرضاً ما ارزش قائل هستیم به کلمه خراسان، فرضاً یک ارزش فرهنگی داشتن. وقتی که آرچیر با پارتا شکست دادن، تقریباً سی جنگ در بین پارتا و ایچی اردشیر بابکان مؤسس ساسانیان رو بلکل آرچیر وقتی که شکست دادن، با جنرالای خود گفتن، جنرالا برش گزارش دادن که بالاخره پارتا چی شدن. ایجاست که کلمه خراسان استعمال میشه. بله، از یک روز پیش کلمه خراسان وجود داره. بله، بذارید روی واژه افغانستان متمرکز شیم. بله. موافق هستید با آقای لعل‌زاد که در دورانی که احمدشاه عبدالی بعد از کشته شدن نادرشاه میره و در قندهار اعلام پادشاهی میکنه، در واقع اعلام پادشاهی به عنوان پادشاه افغانستان نمیکنه؟ ببین، برای شما معلوم است که او وقت افغانستان تقریبا بین دو قوا تقسیم شده بود. در طرف جنوب که گرگانیای هندی بودن که تقریبا نصف افغانستان در اختیار او گذاشته شده بودن، و نصف دیگهش مربوط ایران امروز بودن. و این وقت راستی هم که احمدشاه عبدالی امرای نادرافشار بودن، در یک شک نیست و قماندان نادرافشار بودن. ولی وقتی که با نادرافشار کشته میشه، و او هم برای شما معلوم است که چه قسم کشته میشه، خوب به او جزئیاتش نمیریم، وقتی که دوباره به قندهار میه، در اینجا توسط یک جرگه احمدشاه عبدالی به حیث پادشاه افغانستان اعلان میشه. باز احمدشاه عبدالی، یعنی این جرگه وقتی انتخاب میکنه برگ میگزینه احمدشاه رو به عنوان شاه افغانستان، بله، او رو میپذیره. داریم منابعی که اون موقع احمدشاه شاه افغانستان نامیده بشه؟ نه، در مجموع ما قبلا برای شما گفتیم، اگر پس باید میاریم که در افغانستان همه شاهانی که آمده به نام خود سلطنت شهرت یافته. فرضاً در زمان غزنوی ها، همچنان دیگه که سامانی ها باشه و سپاریا باشه، بایی باشه، بایی شکل یا غوریا باشه، این به می شکل آمده همه سلطنت. آقای لعل‌زاد، از نظر جغرافیایی منطقه شمال افغانستان امروزی بالای هندوکش با منطقه جنوب پایین هندوکش چقدر تبادل تجاری، فرهنگی و سیاسی داشتن در احصار مختلف؟ ببینید، ما جناب کریمی چند موضوع مخلوط میکنیم. وقتی واژه افغانستان استعمال میکنیم، آیا منظورمان از افغانستان کنونی است که جغرافیای از این مرز یزید در زمان عبدالرحمن ایجاد میشه، استقلال یزید در زمان امان الله گرفته میشه؟ یعنی تاریخ کمتر از 30 سال است. منظور من افغانستان به عنوان یک کشور نیست، به عنوان یک سرزمین با مردمی که فکر میکنن یک هویت مشترک آرام آرام
پیدا میکنن، هویت مشترک ناشی از جغرافیای متمایز، هویت مشترک ناشی از اشتراکات فرهنگی از جمله زبانی و همینطور قومی. این هویت مشترک از کی پیدا میشه؟ منظور من در واقع کشور افغانستان نیست، منظور من اون زمینه های شکل گیری کشور افغانستانه. ببینید، ما تا زمان امیر حبیب الله ما در اینجا تقریبا هویت مشترک زبانی و فرهنگی هویتی داشتیم که همون زبان فارسی بود و تمدن خراسانی بود. اما پس از امیر، در زمان امیر حبیب الله، بار اول که مفکوره ناسیونالیسم قومی افغانی توسط محمود طرزی در اینجا ایجاد میشه، ما داریم این هویت و این وحدت از دست میدیم. شاید بپرسان کنی که محمود طرزی چی کاری کرد؟ محمود طرزی در سال 1913 در سراج الاخبار خود می نویسه زبان افغانی اجداد زبان ها و قوم افغان اجداد اقوام آریایی است. تا این زمانه همه باشندگان افغانستان خود خراسانی می گفتند. زمانی که تاریخ الفونستون ما می خوانیم، تاریخ بیلی و می خوانیم، تمام اسناد تاریخ این دوره را، همه کس خود خراسانی میگن، ولی بیلی او میگن نه، شما خراسانی نیستین، در این محدود افغان ها زندگی میکنن، من این محدوده را افغانستان نام میگذارم. ولی با وجودی هم ببینید، من چند منبر برای تمام دوستایی که در این موضوع تحقیق میکنن یادآوری میکنم. تاریخ احمدشاهی در زمان احمدشاه زیر نظر او نوشته شده، تاریخ حسین شاهی در زمان زمانشاه نواسی عزیز زیر نظر او نوشته شده، واقعات شاه شجاع نواسی عزیز است توسط خود او نوشته شده، تاریخ احمد در 1850 زمان امیر دوست محمد است، نوای مارک در 1855 زمان دوست محمد است، گلشن امارت در سال 1870 زمان امیر شیرعلی است. وقتی که دین مقدس اسلام به افغانستان میاد، مرکز اولی ما غور بود. فرضاً اگر دوستان میگه که اسناد بهترین اسناد است، خانوادی سوری و لودی، فرزن اولین شعری که در سال 1939 سروده شده به نام امیر کرول، ما اوجا یک فرهنگ زبان پشتو داشتیم که مرکزیشی بود. دویمش که ما مرکزی زبان ادبیات پشتو داشتیم امی کوی سلیمان بود که فرزن بیتنیک و امثال ازی، و ما یک مرکزی دیگه داشتیم در ملتان که اوجا شیخ حمید لودی باشه، نصر لودی باشه، داوود لودی باشه. ما مرکزی چهارمی داشتیم در هندوستان که اوجا فرزن شاعرای زیاد پشتو و اوجا شیر سروده، این در زمان قرن چهار هجری در زمان شهاب الدین غوری. فکر میکنید این یک پیشینه مشترک فرهنگی ایجاد کرد برای مردمی که در سرزمینی زندگی میکردن که امروز افغانستان نامیده میشه؟ بالکل. یه سوالی که برای من، وقتی تاریخ افغانستان تا پیش از شکل گیری دولت مدرن ملی رو نگاه میکردم، مدام پیش میومد این بود که از نظر جغرافیایی بین شمال هندوکش، بله، شمال افغانستان امروزی که در منطقه شمال هندوکش است، و جنوب چقدر واقعا داد و ستد تجاری، فرهنگی و سیاسی بوده یا نه تا قرن 18 و 19 و 20 واقعا این دو منطقه از هم جدا بودن و بیخبر بودن؟ نه، بسیار سوال مهم و گفتی. نه، هیچ وقت چنین نبوده. فرضاً از کوی طرف هندوکش شمال و هم طرف جنوب عین اقوام مختلف زندگی میکردن. هر نامی که شما فرضاً میگیرین، فرضاً ما در سرزمین، خب اقوام مختلف زندگی میکردن، اینجوری که شما میگی زبان ها هم مختلف بوده، چون به سمت پایین پشتو رایج بوده، به سمت بالا زبان های دیگری از جمله فارسی رایج بوده، حالا فارسی قدیم، فارسی میانه، این رو بگذاریم کنار. از نظر فرهنگی به نظر نمیاد اینها خیلی با هم داد و ستد داشته باشن، و از نظر جغرافی هم این جغرافیای صعب العبور مانع از این میشده که خیلی، البته شاهان و جنگاورانی مثل اسکندر اومدن هر دو منطقه رو در نوردیدن، ولی اینها آمدن و رفتن. چقدر این دو منطقه به هم وصل بودن؟ این منطقه اینقدر نبوده که بیخی مردم شمال و مردم جنوب به یکی دیگه ارتباط نداشتن. هر زمانی که شما بگیرین این ارتباط نزدیک
امی اقوام مختلفی که در او طرف و چنین نشده که ما بگویم که او قوم جا وجود داشت دیگه قوم وجود نداشت. فرضاً وقتی که در بدخشان یک منطقه به نام دی افغانان وجود داره، وقتی که شاولی خان او جرفتن پرسان کردن که ایجا که مردم با پشتو صحبت نمی کنه، چرا ایجا یک قریه به نام دی افغانان وجود داره؟ یعنی اگر ما به شکل دقیق، یعنی آمیختگی قومی بوده، آمیختگی قومی در بین او وجود داشتن. من تا اگر یک گفت چند دفعه شد راجع به امیر عبدالرحمن خان بس پس خط آمد. بله آقای لالزاد، این آمیختگی قومی وجود داشته، از نظر زبانی هم توضیحات آقای سنگروال دادن که نشون میده که این سرزمین قبل از اینکه نام یک کشور مستقل با دولت مدرن محلی به خودش بگیره، تقریبا میشه گفت که یک هویت فرهنگی متمایزی داشته. ببینید، ما مخلوط میکنیم مسائل. در جنوب هندوکش هیچ وقت زبان افغانی زبان مسلط نبوده. در بین تمام قبایل افغان، ببینید، ما باید فرق بین افغان و پشتون باید بگوییم و بین زبان افغانی و زبان پشتوره. ما تا زمان امیر حبیب الله واژه پشتون و واژه پشتو نداریم. واژه پشتون یک واژه کاملا جدید است و به خصوص در داخل افغانستان، حتی دربار هیچ وقت نام خود پشتون ننامیده. طوری مثال امیر امان الله در سالهای 1919 تا 1929 که حکومت میکنه، این در تذکیره خود یا در آیدی کارت خود نام قوم خود محمدزایی نوشته میکنه. واژه پشتون وجود نداره. شما در تمام آثار دوره امان الله که بروین، موجا مناره المجر است، تاق زفر پغمان است، در اونجا احمدزی، محمدزی، توتاخیل، تاجیک، ازبک، هزاره، اینا اقوام افغانستان نامیده میشه. در تاریخ امیر عبدالرحمن خانم واژه پشتون وجود نداره. در زمان ظاهرشاه که واژه پشتون و پشتو سازی صورت میگیره، اینا تاریخ هایی که میسازن کوشش میکنن که تمام اقوام افغانستان زیر نام افغان بیاورند و برای افغانستان در رقابت با تاریخ ایران تاریخ 5000 ساله بسازند و در اینجا زبان افغانی را سابقه تاریخی بودن و کتابی را که بنای پوت خزانه است ایرا حبیبی نوشته میکنه، که چنانچه حالی که جناب سنگروال صاحب از ما قبل تاریخ سخن میگویند، اینها ساختگی است، جعلی است. ما از اون دوران به اندازه کافی سند داریم، دیگر جایی برای حرفا باقی نمیمونه. اگر گفت از امید پوت خزانه شروع کنیم، نی؟ بله. چطور حبیبی توانست نامی قدر یک کتاب بزرگه به نام پوت خزانه را جالی بکشه؟ فرضاً و می که ما میگم که نام واژه پشتون نبود، خیر زبان پشتو از کجا شد؟ این تصادف در زمین سرزمین آمدن یا یک زبانی به نام پشتو بود؟ وقتی که زبان پشتو، ما میگم که زبان پشتو بود، خود قوم پشتونم بود و قوم افغان مترادف قوم پشتون شده. این قوم بودن، زبان داشتن، به زبان صحبت میکردن. ولی زمانی که شما از قوم آثار نوشتاری ندارین، چگونه ادعا میکنین؟ ما قدیمترین سندی که از زبان افغانی داریم که امروز را به زبان پشتو تبدیل کردن، از سده 16 است. دلچسب است که زبان افغانی یا زبان پشتو چی وقت شامل مطبوعات ما میشه؟ در زمان امیر حبیب الله اولین بار کتاب چاپ میشه به نام کتاب اول افغانی در سال 1917. در اون مقدمش نوشته میکنه چون در وطن عزیز ما تا حال هیچ یک سلسله کتب علمی قواعد صرف و نحو زبان افغانی موجود نه، بلکه تعلیم و تعلمیان بالکل معدوم و بیچاره زبان افغانی در تاق نسیان مانده بود، در زمره السنه مرده محسوب میشد. این زمان این زبان وجود داشت، ولی نه زبان تجارت بود، نه زبان کتابت بود و نه زبان مردم بود. همین آقایان لودی ها و سوری ها و ابدالی ها و هوتکی هایی که ادعا میشه که اینا افغان هستند، کدام یک خود شاهان افغان نامیدن؟ در کدام سند تاریخی شما یک سند نشان بدین قبل از عبدالرحمن که امیر دوست محمد، امیر شیرعلی، شاه زمان، شاه شجاع در یک سند تاریخی خود شاه افغانستان نامیده باشه؟ یعنی پشتون بودن یا نبودن؟ باید امیر گفت زده شما که پشتونا بودن یا نبودن، خیلی چی بودن؟
اگر این احمد شاه ابدالی گرفته تا امیر عبدالرحمن خان، اگر یک قوم مربوط به پشتون نبود خیلی کی بود؟ و این که ما میگم که زبان پشتو با ادبی با مطبوعات نامده ای جدا گپ است، و این که ما میگم که زبان پشتو وجود داشت یا نداشت این گپ جدا است. شما معتقد هستید این زبان بوده ولی یک سنت شفاهی داره اما کتابت نداشته؟ بالکل فرضاً ولی... کتابت هم داره میبخشی خیرالبیان یک کتاب از خیرالبیان که بچه ها زبان نوشته شده. اهلیه چه تاریخی؟ خیرالبیان. چه تاریخی؟ خیرالبیان که نویسندیش پیروشان است. چه تاریخیه این؟ دو فرزند زبان پشتو، دو زبان اردو، با زبان اردو، پشتو، فارسی. مالکیه؟ تاریخشو میدونید؟ تاریخش ها دنوسد و هجری، دنوسد و ده هجری و دیگه مخزن الاسلام. یا فرزن پتا خزانه که قبلا یادوار شدن صحبت اون شد. آقای سنگروال یک شعر ما برای شما میگم که در زمان 139 در غور سروده شده، بدی نلی لما عطل نشته، بل به کابل بل به زابل نشته لما عطل نشته. فرزن اینطور نشانه های کتابت در پشونه. امو فرمودی شما از نگاه فلکلور و ادبیات فلکلوریک وقتی که ما میبینیم اشعار پشتو و ادبیات پشتو وجود داشتن. بله. ولی که به تحریر قبلا دسترسی شده گپی جدا است. آقای سنگروال، آیا این مردمانی که شما میگید افغان بودن و فقط در کوه سلیمان زندگی نمی کردن، در مناطق دیگه از جمله غور بودن، آیا زبانی که شما میگید سنت شفاهیش قوی بوده، سنت فولکلوریکش قوی بوده، اینها تونستن زمینه های شکل‌گیری سرزمین افغانستان رو فراهم بیارن یا نه؟ یه بخشی از افغانستان امروزی که در شمال بود بیخبر بود از این، یک بخشی اصلا هم‌هویتی نمی کرد با این، یک بخشی اصلا داد و ستد نمی کرد با این. چیزی که من میخوام ببینم اینه، آیا این چیزایی که شما میگید، این جمعیت افغان، این زبان، آیا اینها تونست آرام آرام بشه سرچشمه یه سرزمینی که افغانستان مینامه؟ ببینه اول خامی شما راجع به فرزن زیاد مربوط به مناسبات اقتصادی شما گفتین که یا ارتباط اقتصادی چیزی داشتن یا نداشتن. اگر ما از زمان ایچی شروع کنیم، رای ابریشم شروع کنیم. بله، ببین رای ابریشم تقریبا از 3 منطقه افغانستان تیر شده. یکی فرضاً از چین شروع شده، طرف بدخشان و هم تا اوجا از بلخ عبور کرد. بله، با 200 تقسیم شده که یکی طرف آسیای میانه و دیگر طرف بلخ آمده. و دویمش تقریبا از کوهای قراقرم شروع شده، با سوات و از اوجا آمده به پیشاور، از پیشاور آمده به کابل و همینطور رفته تا ایران. رای سویمی که با وجود آمده طرف پاکستان امروز که داخل بعضی قسمت های هند میشه و همچنان با کوت امروز میه. این سیرا ارتباط داشتن ولی می از سیرا هم با جنوب میرفتن هم با شمال میرفتن. یعنی میخواید بگید همین جاده ابریشم نشان ارتباط بازرگانی بین مناطق بین مختلف افغان، مردم مختلفی که در این سرزمین زندگی میکردن با می جغرافیه که فرزن جغرافی هریهی میگم یا جغرافیه که بنام افغانستان موجودن ارتباط داشتن. ببین ما دو موضوع را باید مخلون، یکی که این مردمان در این سرزمین همیشه با همدیگر مراودات داشتن از شمال و جنوب و شرق و غرب، اما آنچه اینها را به همدیگر پیوند میداد زبان و فرهنگ، زبان مشترک و فرهنگ مشترک خراسانی و زبان فارسی بود. هیلی جلیل افغان چه از هوتکی ها و یا اگر اونا را هم ما افغان معاصر بکنیم از نگاه رسمیات، جمع عبدالی ها، اینا به نام زبان و فرهنگ خراسان حکومت کردند. افغانستان امروزی من حیث یک کشور جداگانه نه محصول اینها، بلکه محصول پیشروی هندی برطانوی از جنوب و روسا از شمال بوده است. زمانی که ما به همین خاطر بوده که با وجود که افغانستان این سرزمین را افغانستان نام میگذارد، ولی شاهانی که بعد از او اینجا بودن هیچ یک خود افغان نگفتند، برعکس خود سردارای خراسان مینامیدند و به نام خراسان افتخار میکردند. شاه شجاعی که او را میارن نصب میکنن در کابل، او خود میگه من میخوام شاه خراسان شوم، ما با سردارای خراسان ارتباط دارم، واقعیاتی خود میگه ما با سردارای خراسان را اهدا میکنم. امیر دوست محمد از اونجا از زندان هندی خلاص میشه، میاد در اونجا ای به نام شاه خراسان ما در اینجا میخوام حکومت بکنم. امیر شیرعلی همچنان. اما پس از اینکه در اینجا مرزبندی صورت میگیرد، اینا به یک بفرستید ضرورت دارند.
انگلیس و بریتانیا برای اینکه با همدیگر مقابله نشوند در اینجا مرز ایجاد میکنند، یک بفر استیت یا دولتی های ایجاد میکنند. این افغانستان کنونی محصول چنین زمانی چنین است. آقای سنگروال، افغانستان محصول این نیاز به یک منطقه حائل بین دو امپراتوری بزرگ بریتانیایی نه محصول فرهنگی زبانی. نه اصلا ما باید به این فکر کنیم که در می سرزمین افغانستان به نام قوم افغان یک قوم موجود بود یا نبود، یک قوم به نام پشتون موجود بود یا نبود، و زبانش همین قوم پشتون که ما میگیم زبانش چی بود؟ خب زبانش پشتو بود. یعنی فکر میکنید خود وجود اینها نشون میده که یک زمینه وجود داشته؟ بله، یک فرهنگی وجود داشتن. اما راجب ما سوال شما را گرفتیم، راجب با امیر عبدالرحمن خان، امیر عبدالرحمن خان از کجا آورده شد؟ از کجا آمد؟ خو از بخارا آمدن، از آسیای میانه آمدن، و ای آمدن در ایجا، و راستی هم در ایت شکی نیست که ما در بین دو قدرت عظیم جهانی قرار داشتیم. اگر از جنگ سر از جنگ چی شروع کنیم بین برتانیا و تزار روسیه شروع کنیم و بعد از شوروی ها و از امریکا شروع کنیم، ما راستی هم در بین دو قدرت قرار گرفتیم. ولی امیر عبدالرحمن خان بود که اگر یک تعداد چیر مؤخرین کتابی که به انگلیسی نوشته شده به نام دیویدلین نوشته میکنه که آفرین بس با امیر عبدالرحمن خان که در بین دو قدرت عظیم تونست چنین کاری بکنه. بله، ما این پرابلم داشتیم، این مشکلات داشتیم، ولی این معنی از این نمیده که قومی پشتون وجود نداشت، زبان پشتون وجود نداشت، قومی افغان وجود نداشت و زبان افغانی وجود نداشتن. این همه گپا وجود داشتن. بله، ما از اول گفتیم که اقوام در افغانستان چهار قومی عمده زندگی میکنن. قومی افغان یا قومی پشتون یکی از اقوام شریف افغانستان است. اما از زمانی که عبدالرحمن در اینجا توسط انگلیس ها بر تخت سلطنت کابل نشانده میشه و این مرز امروزی توسط انگلیس روس ترسیم میشه، یک کشور مصنوعی ایجاد میشه. ببینید چرا مصنوعی؟ آقای سنگروال میگه که چنین نیست که انگلیس و روس بیان چنین کنن، بلکه در واقع عبدالرحمن خان میاد از این موقعیت استفاده میکنه، از این شرایط میشه گفت سختی که این سرزمین درش قرار داره، یعنی این منطقه رقابت دو ابرقدرت بزرگ، میاد از این وضعیت استفاده میکنه و چنین منطقه حائلی رو به عنوان یک دولت تا حد ممکن مقتدر ایجاد میکنه. برعکس، عبدالرحمن خان با کدام زور و با کدام قدرت آمد در اینجا کشوری ایجاد کرد؟ مرزهای شمال کی خط کشی کردن؟ مرزهای غرب کی خط کشی کردن؟ مرزهای جنوب کی خط کشی کردن؟ ببینین زمانی که عبدالرحمن خان از تاشکند یا از بخارای آن روز خواسته میشه، این انگلیس ها میخواند. زمانی که ما تاج التواریخ هم میخوانیم که خاطرات امیر عبدالرحمن خان است، این بر انگلیس ها نوشته میکنه در اونجا شش سوال میکنه که شما برای ما کجا را تسلیم میکنین؟ برای عبدالرحمن خان حتی قندهار داده نمیشه، ای تنها شاه کابل میشه، فقط کابل در اختیار یزید گذاشته میشه، هرات در اختیار کسی دیگه است، قندهار در اختیار کسی دیگه است، شمال که کاملا جداگانه است و این امتحان میکنن به خاطر از اینکه انگلیس ها تجربه تلخ دارن. اونا شاه شجاع را آوردن، تجربه تلخ احمد شاه هم دارن دیگه، بر احمد شاه تجربه شاه شجاع را دارن، تجربه یعقوب خان را دارن، غیره میبینن که این سردار توانایی را داره. به همو خاطر زمانی که کارفرستان میگیره نورستان میسازه، زمانی که هزارجات 60% قوم هزاره را به قتل میرسانه، اونجاست که یادم به حیث یک سردار جنگی ظهور میکنه. اصلا موضوعی که افغانستان به شکلی که توسط بعضی سردار اداره میشدن، این زمان امیر عبدالرحمن خان نبود، قبل از امیر عبدالرحمن خان بود، به نام دل برادر که قندهار تقریبا اداره میکردن و به نام طلا برادر که تقریبا در پیشور مرکز داشتن و می پیشور و ای جهره اداره میکردن و خود امیر دوست محمد خان در کابل زندگی داشتن و ای اداره میکردن. این در او زمان ای بدبختی وجود داشتن و ای بدبختی ناشی از چی بود؟ ای بدبختی ناشی از استعمار انگلیس بود و تزار روس بود.
که فرضاً وقتی که در تزار روس مداخله میکردن در داخل افغانستان، فرضاً جنگ اول افغان و انگلیس که در 1839 صورت گرفتن، یکی علتش همی بود که روسا یک جاسوس روان کردن و انگریزا فکر کردن که والا افغانستان طرفی چی روسیه رفتن و عمله کردن. یعنی ما در امی بدبختی قرار داشتیم، در یه شک نیست. و یکی فرضاً ما راجع به موضوع مشخص شما اگر صحبت بکنیم که قوم افغان است، قوم پشتون است، این موضوع واضح است. این از قرون اولا شروع شده یا از تاریخ میدی؟ آقای سنگرباد، شما اگر بخواید شروع مملکت افغانستان رو یک تاریخ روش بگذارید، آیا این تاریخ رو شروع حکومت احمدشاه ابدالی قرار میدید یا زمان استقلال افغانستان در قرن بیستم، یعنی 1919؟ کدوم یک؟ فرضاً ما از نگاه ساختمان طبیعی و از نگاه ساختمان جغرافیایی میگم. از موقعیت جغرافیایی طبیعی ما، فرضاً ما میگم از دریای سین گرفته تا، یعنی از ایندوس تا، یعنی از آمو تا. من تاریخ خواستم نه جغرافیا. اگر ما حدود اربای احمدشاه ابدالی را بگویم که مشهد و نیشاپور و کشمیر و دلی و دریای آمو و دریای بحر هند باشه، خو هیچ وقت یه اداره ما نمیکنیم که فرضاً امی حدود اربای داشته باشیم. ولی دهی بعضی مسائل قابل ملاحظه است که او قسمت پنج دی باشه که فرضاً بزور گرفته شد، تزار روس بزور گرفتن، و قسمت جنوب و جنوب شرق افغانستان باشه که فعلاً به نام پشتونستان یا پشتونخوا که مربوط پاکستان است. ما باید امیتور یک جغرافیه تاریخی داشته باشیم. ما خان امیتور یک کشور هستیم، نه از اینکه ما فرضاً هندوستان که یک وقت مربوط افغانستان بود. یعنی ترجیح میدید شروع حکومت احمدشاه ابدالی در، اگر اشتباه نکنم، 1747، یعنی بعد از مرگ نادرشاه افشار، این رو شروع افغانستان بنامید، هرچند معتقد هستید که یک قسمت هایی از این افغانستان بزرگی که احمدشاه ابدالی درست کرد جدا شد؟ ملاحظات داریم ولی در بعضی قسمت ها این در واقع شروع کار بود. شما چی آقای لرزاد؟ ببینید، تاریخ سازی جعلی که در افغانستان صورت گرفته همین مبنا است. اینها برای احمد خان ابدالی، احمد شای ابدالی، اینا لوی جرگه مصنوعی ایجاد کردن که در اونجا 9 روز دوام کرد و کسی به نام پیر صابر شای کابلی در اونجا تاجی به اصطلاح بر سر ازی گذاشت، در حالی که هیچ سند تاریخی مبنی بر این حرف وجود ندارد. شما به این ترتیب چه تاریخی رو ترجیح میدید؟ احتمالاً به این ترتیب به شروع قرن 20 میاد برای شکل گیری افغانستان. زمانی که خود احمد خان ابدالی خود از شاه خراسان اعلان میکند، واژه‌ای به نام افغانستان در تاریخ خودش و نواسهایش و نواهایش وجود ندارد. از روی چی ما افغانستان ایجاد بکنیم؟ بله، بسیار خوب. و این افغانستان امروزی مسئول روس و انگلیس و به ویژه استقلالیت از سال 1919 است. اگر جغرافیا بگوین زمان امیر عبدالرحمن است. اگر ما لوی جرگه را مصنوعی بگوییم درست نیست. از اینکه احمدشاه ابدالی در لوی جرگه که دایر شدن، احمدشاه ابدالی نبودن. احمدشاه ابدالی در این وقت در قسمت های ایران بودن که بالاخره تا که به ایچی رسیدن، به قندر رسیدن. یعنی معتقد هستید اون لوی جرگه تحت فشار احمدشاه ابدالی نبود که تاج بر اون بالکل نبودن. بله. و قبل از این لوی جرگه که در وقتی میرویس نیکه جور شدن، هم تحت تاثیر ما یک حکومت مرکزی چی که یک حکومت محلی نداشتیم، و هم تحت فشار دولت ها یا حکومت ها نبودن یا اشخاص و افراد نبودن، و این جرگه هم نبودن. خیلی ممنونم آقای سنگروال، وقتمون تموم شده. با آخر پرگار این هفته میرسیم، چون شما اول شروع کردید آقای لرزاد، بهتر همون بود که آقای سنگروال خاتمه بدن بحث رو. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که پایین بحث نشستید و ممنون از مهمانهای برنامه، عبدالخالق لرزاد و شهسوار سنگروال.
پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبتی خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.